خانواده های مسیحی در شهر سان ریمیجوی فیلیپین سومین سالگرد ساخت کلیسای بزرگ به نام حضرت فاطمه سلام الله علیها را جشن میگیرند. گفتنی است این کلیسا برگرفته از کلیسای دیگر با همین نام در کشور پرتغال میباشد، جایی که در آن معجزات فراوانی از حضرت زهرا سلام الله علیها دیده شده است و پرتغالی ها هنوز معجزات آن حضرت در این کلیسا را جشن میگیرند. در پایان گفتنی است این کلیسا در واقع پنجمین نسخه از کلیسای حضرت فاطمه سلام الله علیها است که در پرتغال برای اولین بار در سال 1917 ساخته شد و نسخه های دیگر از آن در آمریکا، برزیل و پورتوریکو وجود دارد. اداره مهاجرت سوئد اعلام کرد سلوان مومیکا که پیش از این چندین بار اقدام به سوزاندن قرآن کرده بود از این کشور اخراج می شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سوئد مجوز اقامت مرد عراقی را که اقدام به هتک حرمت قرآن کریم کرده بود را باطل کرده است، اما به دلایل امنیتی او فعلا در خاک سوئد حضور دارد، زیرا مقام های این کشور معتقدند که در صورت بازگشت او به عراق جانش در خطر خواهد بود. از سوی دیگر مومیکا به رادیو سوئد گفت، من سوئد را ترک نمی کنم. من در سوئد زندگی می کنم و می میرم و اداره مهاجرت سوئد اشتباه بزرگی مرتکب شده است. کشور سوئد اخیراً شاهد موارد مکرر اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم در مقابل مساجد و سفارتخانه های کشورهای اسلامی بوده است که خشم گسترده ای را در جهان اسلام برانگیخت. مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه خواستار آتشبس بشردوستانه فوری با دوام و پایدار بین اسرائیل و حماس در غزه شد. این قطعنامه روز گذشته با 120 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 45 رأی ممتنع تصویب شد. این مصوبه قدرت اجرایی ندارد و تنها فشار اخلاقی را بر دو طرف برای توقف درگیری ها افزایش خواهد داد. مجمع عمومی سازمان ملل همچنین خواستار ارائه مستمر، کافی و بدون مانع تدارکات و خدمات نجات برای غیر نظامیانی است که در غزه در محاصره اند. شورای روابط آمریکای اسلامی اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ طوفان الاقصا در غزه حدود 3 هفته پیش شاهد افزایش چشمگیر حوادث ناشی از اسلام حراسی در آمریکا هستیم. این شورا در ادامه افزود که 774 مورد شکایت درباره حوادثی که با انگیزه اسلام حراسی و جهتگیری علیه فلسطینی ها و اعراب در داخل آمریکا بین 7 تا 24 اکتبر دریافت کرده است که این بالاترین میزان از سال 2015 است. در همین راستا نهاد عوض، مدیر اجرایی شورای روابط آمریکای اسلامی، در مصاحبه با الجزیره گفت، آنچه امروز مسلمانان آمریکا در معرض آن قرار دارند بسیار خطرناکتر از آن چیزی است که آنها پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 با آن مواجه بودند. خبری از شهر نجف اشرف، روابط عمومی حرم مطهر امام علی علیه السلام از آغاز عملیات مرمت قدیمی ترین پنجره حرم به عنوان یکی از مهمترین گنجینه‌های تاریخی حرم مطهر علوی که در موزه علوی به نمایش گذاشته شده خبر داد. دکتر عبدالهادی الابراهیمی، یکی از اعضای هیئت مدیره حرم مطهر علوی، در بیانیه‌ای که نسخه از آن را خبرگزاری اخبار شیعه منتشر کرد گفت، کادر فنی واحد گنجینه‌های نفیس وابسته به بخش موزه علوی در تلاش برای مرمت پنجره دوم حرم مطهر امیر المؤمنین علی علیه السلام است که در هنگام ساخت حرم مطهر علوی
توسط سلطان حسین در سال 1212 هجری قمری اهدا شد و در حرم مطهر نهاده شد. الابراهیمی در ادامه افزود پس از اتمام تعمیرات تمامی قسمت‌های مورد نیاز، آنها در موزه علوی به نمایش گذاشته خواهند شد. پارلمان آفریقای جنوبی لایحه‌ای آموزشی تصویب کرد که بر اساس آن والدینی که مانع رفتن کودکان خود به مدرسه شوند زندانی می شوند. بر اساس این لایحه که به بلا معروف است، اگر والدین از رفتن کودک خود به مدرسه ممانعت کنند یا سبب غیبت او شوند و یا او را به موقع ثبت نام نکنند، ممکن است تا 12 ماه زندانی شوند. این لایحه همچنین ممنوعیت تنبیه بدنی را در تمامی مدارس لازم دانست. گفتنیست حزب حاکم کنگره ملی آفریقا معتقد است این لایحه سیستم آموزشی کشور را متحول خواهد کرد. اما از سوی دیگر حزب اتحاد دموکرات این لایحه را محکوم کرده و ادعا می کند کنترل بیش از اندازه بر مدارس منجر به فروپاشی آموزش و پرورش خواهد شد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از خبرگزاری‌های محلی، امروز شنبه ماه گرفتگی جزئی از ساعت 23:05 دقیقه در ایران آغاز شده و در ساعت 23:44 دقیقه بامداد به حد اکثر خود می‌رسد. طبق گزارش مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در این هنگام سایه زمین 6% از سطح ماه را می پوشاند و در 23 دقیقه بامداد یک شنبه 7 آبان ماه این ماه گرفتگی جزئی به پایان می رسد. گفتنیست این ماه گرفتگی جزئی در سراسر ایران قابل رؤیت است. همچنین این ماه گرفتگی در آفریقا، اروپا، آسیا و اقیانوسیه به جز بخشی از شرق آن و قسمت‌های شرقی آمریکا قابل مشاهده است. و ما خبر آخر، مرکز زمینشناسی ایالات متحده آمریکا امروز شنبه 6 آبان از وقوع زمین لرزه دیگر در استان هرات در غرب افغانستان خبر داده است. به نوشته مرکز زمینشناسی آمریکا، شدت این زمین لرزه 4.5 درجه ریشتر بوده و در عمق 9.7 کیلومتری زمین رخ داده است. تاکنون از تلفات و خسارات برخواسته از این زمین لرزه جزئیاتی دریافت نشده است. این در حالی است که جمعه شب هم یک زمین لرزه به بزرگی 5.2 درجه ریشتر استانهای شمالی افغانستان را لرزاند.